حزب تحریک انصاف پاکستان PTI به رهبری عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان تظاهراتی را در اسلام آباد برگزار کرد که اولین نمایش قدرت این حزب از زمان انتخابات مورد مناقشه در ماه فوریه است. همکارم طی گزارش خود این موضوع را به بررسی قرار داده که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم. هزاران نفر در اسلام آباد پایتخت پاکستان به خیابان‌ها ریختند و خواستار آزادی عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان که بیش از یک سال است به اتهام‌هایی با انگیزه سیاسی در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد شدند. حزب تحریک انصاف پاکستان PTI که عمران خان رهبری آن را بر عهده دارد این تظاهرات را روز یک شنبه در اسلام آباد سازماندهی کرد که اولین نمایش قدرت این حزب از زمان انتخابات ملی و منطقه‌ای مورد مناقشه در ماه فوریه بود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس حامیان عمران خان را نشان می‌دهد که از مناطق مختلف کشور به سمت پایتخت تظاهرات می‌کنند. حمد ازهر، دستیار نزدیک عمران خان، در سخنرانی آغاز این تظاهرات گفت: ما تا زمانی که عمران خان از زندان آزاد نشود آرام نخواهیم گرفت. سلمان اکرم راجان، وکیل برجسته و یکی از رهبران حزب تحریک انصاف از لاهور هم در این تظاهرات گفت که عمران خان تنها فردی است که میتواند این کشور را از چنگال سیاستمداران فاسد و نالایق نجات دهد. دولت اسلام آباد با کانتینرهای حمل و نقل و پلیس ضد شورش برای جلوگیری از ناآرامی‌های احتمالی نقاط کلیدی ورودی شهر را مسدود کرده بود. ویدیوهای رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ده‌ها عضو فعال PTI با موفقیت کانتینرها را کنار زده تا راه تظاهرکنندگان را در یکی از نقاط ورودی باز کنند. در این تجمع اعتراضی تظاهرکنندگان خشمگین به سمت پلیس ضد شورش سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان گلوله‌های گاز اشکاور را پرتاب کرد. این اولین بار از زمان دستگیری عمران خان طی یک سال گذشته بود که یک دادگاه پاکستانی به حزب تحریک انصاف اجازه برگزاری تجمع در حومه اسلام آباد را داد. عمران خان ستاره سابق کریکت با رأی عدم اعتماد در آوریل سال 2022 از سمت خود برکنار شد. او از آگوست 2023 در زندان به سر می‌برد و به اتهام تحریک خشونت در 9 مه همان سال، روزی که حامیانش با جنجال فراوان به تأسیسات نظامی حمله کردند، تحت تعقیب قضایی است. دستگیری بی سابقه او و دادگاه نظامی متعاقب آن برای یک مقام امنیتی متهم به جاسوسی که عموماً معتقدند در زمان نخست وزیری عمران خان از نزدیکان او بوده، پرونده وی را نیز پیچیده تر کرده. عمران خان این اتهامات را رد می کند و علاوه بر آن تمامی محکومیت های وی در ماه‌های اخیر یا به حالت تعلیق در آمده یا لغو شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تلاش برای ممنوعیت حزب تحریک انصاف را ضربه بزرگی به هنجارهای دموکراتیک خوانده و گفته که بوی استیصال سیاسی استشمام می شود. گروهی از کارشناسان حقوق ملل متحد هم همچنین در ماه ژوئیه دریافتند که بازداشت عمران خان هیچ مبنای قانونی ندارد و به نظر می رسد که هدف از این اقدام ها سلب صلاحیت او از نامزدی برای مناصب سیاسی بوده است. گفتنی است که عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان PTI طی سخنانی از داخل زندان قول داده که در برابر عوامل استبداد مقاومت کند حتی اگر به مرگ او در زندان منجر شود. عمران خان در گفتگوی صریح با خبرنگاران در زندان آدیالا از تصمیم گیرندگان کشور انتقاد کرد و مدعی شد که آنها عقل ندارند و کشور را به آشوب می کشانند. او تصریح کرد که به من گفته می شود که توضیح دهم چگونه جرأت کردم در مقابل قدرتمندان بایستم. اجازه دهید روشن کنم، من ترجیح می دهم در زندان بمیرم تا اینکه در برابر یزید زمان تعظیم کنم.